الحمد لله و والسلام و على رسول الله وعلى آله و ومن و بعد دوستان عزیز مسلمانان گرانمایه خواهران و برادران ارجمند السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خداوند بزرگ را نهایت سپاسگزار هستم که برای بنده توفیق بخشید تا با تهیه کردن 27 و و مین شاخه از شاخه های هفت نگانه ای ایمان زیر عنوان اقرار به یگانگی یا توحید الله جل جلاله با خدمت شما دوستان قرار گرفتم این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده دوستان عزیز در برنامه امروزی میخواهم رابطه به نقش اقرار به توحید و یگانگی پروردگار در شگوفایی زندگی و آمدن خوشبختی ها در لحظات مختلف حیات شما عزیزان صحبت بکنم که اقرار به یکتایی و یگانگی خدا چه خوبی هایی در زندگی ما داره چه رشد در زندگی ما به ارمغان می آورد خداوند جل جلاله به خاطر بیان توحیدش و وحدانیتش در آیه 255 سوره بقره می الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه با يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم ودر سورية إخلاص مي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد و در سایر قرآن کریم در رابطه با وحدانیت و متبرکه خیلی زیادی فرموده است سخنان ارزشمندی که خداوند جل جلال کلام مجید خود فرموده است ولی ما امروز به خاطر شناساندن این موضوع و معرفی کردن 27 من شاخه شاخه های 70 ایمان برای شما خوبان فقط به همین یک آیت و یک سوره اکتفا می و روش می چرخیم تا شما بفهمین که نقش این شاخه در شگوفایی زندگی شما چیست دوستان عزیز از آنجایی که از این آیات و سوره که ما در حضور شما قرائت کردم توحید و یگانگی و پروردگار فهمیده میشه دوست دارم در قدم اول توحید را با شاخه های چهارگانه برای شما به معرفی بگیرم که توحید به چند شاخه است و چه خصوصیات و چه ویژگی هایی داره و نقششان در زندگی چیست دوستان عزیز توحید در قدم اول به چهار گونه است توحید ذات توحید صفات توحید عبادت توحید افعال توحید ذات توحید صفات توحید عبادت توحید افعال و این توحید افعال یا چهارمین شاخه از شاخه های چهارگانه توحید در بجای خودش به پنج قسمت دیگه یا پنج شاخه دیگه تقسیم میشه که توحید خالقیت است توحید تشریع و قانون است توحید خالق خالقیت یعنی الله تبارک و تعالی را تنها خالق این همه جهان هستی بدانیم و هیچ کس شریکش قرار ندهیم توحید تشریع و قانون یعنی که این الله تبارک و تعالی را یگانه خدا و حاکم قانونگذاری و تقنین و وضع قوانین و ضوابط و اصول زندگی در تمام حیات بشر و در کائنات و در عالم هستی بدانیم هیچ کس شریک پروردگار قرار ندهیم سوم توحید ربوبیت یعنی یگانه کسی را که ما مربی و پروردگار جهانیان و عالم هستی میدانیم خداوند باشه و کسی را شریکش قرار ندهیم چهارم توحید مالکیت یعنی مالک و پاچا و سرور تمام این عالم هستی الله تبارک و تعالی است نباید کسی دیگر را در کنارش شریک قرار بدهیم پنجمینش توحید در اطاعت است یعنی الله تبارک و تعالی یگانه ذاتی است که سزاوار اطاعت و فرمان برداری است و هیچ کس حق نداره علاوه از پروردگار سزاوار اطاعت ما باشه و ما او را در کنار پروردگار قرار بدهیم و از او اطاعت بکنیم البته پیامبران و اولو امر و سایر کسانی که بر ما حق دارن رو اطاعت میکنیم این به شرط است که اونها پیام پروردگار باشند و نماینده دین خدا در روی زمین باشند موضوعات را برای ما دستور بدهند که در واقع همش مطابق رضا و خوشنودی پروردگار باشد در غیر اون صورت ما حق نداریم در کنار پروردگار کسی دیگه را شریک بکنیم بس دوستان عزیز بعد از فهمیدن این موضوع می صفات کمال الله تبارک و تعالی را در سوره اخلاص بخوانیم خداوند جل جلال جلاله در سوره اخلاص صفات کمالی خود را بیان کرده و همچنان خیلی پیامها و درس های ارزشمندی از این سوره برای ما برملا می شود که باید ما در این مورد بدانیم و بفهمیم خداوند جل جلاله در قدم اول فرمود قل هو الله احد کلمه الله را یاد کرد کلمه الله 2810 بار بیشتر از و بار در قرآن تکرار شده علامه عبدالقادر گیلانی یا شیخ عبدالقادر گیلانی یکی از عارفان و دانشمندان و مفسران بلندپایه جهان اسلام میفرماید که الله اسم اعظم است و هر کسی که توسط این اسم در پیشگاه پروردگار دعا میکنه دعاش هرگز رد نمیشه علامه محمود آلوسی در تفسیر روح المعانی هم چون این سخنی را تایید کرده است و فرموده است که الله اسم اعظم است باید ما با وسیله این اسم همیشه دست نیاز در پیشگاه پروردگار بلند بکنیم و آنچه که میخواهیم رو از خدا بخواهیم تا پروردگار برای ما عطا بفرماید خود خداوند جل جلاله در قرآن کریم فرمود ادعونی استجب لکم از من طلب بکنید و از من درخواست بکنید من برای شما اجابت میکنم و هر آن چیزی که در چارچوب مشروعیت دینی قرار داشته باشه برای شما ارزانی نیفرمایم دوستان عزیز کلمه الله جامعه تمام اوصاف کمال الله تبارک و تعالی است که اوصاف کمال در واقع در اینجا علمای و دانشمندان اسلامی با هفت شاخه یا هفت کتگوری تقسیم کردن که اولش حی، دومش عالم، سومش مرید، چهارمش قادر، پنجمش سمع، ششمش بصیر، هفتمش متکلم یعنی اینا صفت های کمالیه پروردگار است که در هر عرصه زندگی ما تجلی این صفات بزرگ پروردگار را در زندگی خود میبینیم خداوند جل جلاله حی و زنده است هرگز نمیمیرد پروردگار عالم است همه چیز میفهمد و علم ما نسبت به علم پروردگار اصلا قابل مقایسه نیست و ما هیچ علم و دانشی نمیتونیم داشته باشیم تا وقتی که خداوند جل جلاله چیزی را برای ما عطا بکنه مرید فعال لما یرید در قرآن کریم خداوند جل جلاله خودش را به معرفی گرفته اندر باب اجرا کردن پروسه های کاریش یعنی خداوند جل جلاله ذات است هر پروسه ی کاری را که می خواهد عملی بکنه در زمین یا در قبال سرنوشت مخلوقاتش اون را انجام دادنیست هیچ کسی نمیتواند تواند جلوی پروردگار رو بگیرد قادر یعنی الله تبارک و تعالی برای انجام دادن تمام آنچه که می خواهد قدرت و توانمندی صد درصد دارد هیچ کسی بالاتر از پروردگار در این راستا توانمند و توانا نیست سمع یعنی خداوند جل جلاله هر آن چیزی که ما به طور خفیه میگوییم یا به طور مخفی میگوییم پروردگار به طور درست میفهمد و میداند که ما داریم چی میگیم در پیشگاه خدا یا برای کسان دیگری بصیر یعنی الله تبارک و تعالی هر آن چیزی که در خفاست یا در جلاست پروردگار میفهمد آشکار و نهان را خداوند جل جلاله با دیدار یا با نگاه های بلاکیف خود درک میکنه میفهمم ما داریم چه کار انجام میدهیم در کجا سکونت داریم دست به چی کاری میزنیم کاری خیر یا کاری خوب همشو الله تبارک و تعالی میفهمد متکلم یعنی الله تبارک و تعالی به زبان بلاکیف خود صحبت میکنه قرآن کلام پروردگار است و کلم الله و موسی تکلیما خداوند جل جلاله با جناب موسی پیامبر خود صحبت گفت صحبت کرد و حرف زد به نحو بلاکیف که خودش میداند که چگونه صحبت کرده است ببین دوستان عزیز شناخت این هفت صفات کمال الله تبارک و تعالی و زندگی کردن در پرتب این هفت صفات کمال و خودش را خود را آراسته ساختن در این اوصاف برجسته الهی و ایمان آوردن به این اوصاف بزرگ الهی از نشانه های خیرتمندی مسلمانان است که یک انسان مسلمان و یک انسان مؤمن و هوشیار و اندیشمند باید به این همه موارد ایمان و عقیده کامل و صاف و باور خوب داشته باشه تا برایش سببی شود به خاطر رفتن به سوی بهشت و بال پرواز برای پر زدن به آسمانهای سعادت و خوشبختی دوستان عزیز وقتی که از شناخت نسبی کلمه الله در سوره اخلاص بیرون شدیم میاییم در مورد کلمه احد خداوند جل جلاله در اینجا فرمود قل هو الله احد کلمه احد دلالت بر ذات احدیت اح... 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 دارد یعنی خداوند نه در ظاهر نه در ذهن نه در خارج از ذهن دو پذیر و سه پذیر و چهار پذیر و پنج پذیر نیست یعنی تعدد پذیر نیست از نقطه نظری گرامر قرآنی کلمه احد وقتی که در مقام نفی بیاید در سیاق نفی بیاید یعنی هیچ شماره و هیچ تعدد را قبول نمیکنه قل هو الله احد یعنی الله تبارک و تعالی یکتا و یگان است هرگز هیچ جایی هیچ وقتی در تحت هیچ شرایطی پروردگار دوگانگی پذیر سیگانگی پذیر و چهارگانگی پذیر نیست دوستان عزیز از نقطه نظر متقاضات کلامی اسلامی باید ما در این مورد عقیده کامل داشته باشیم تمام مذاهب اسلامی چه اهل سنت چه اهل تشیع در هر مجموع عقیده کامل دارن به وحدانیت پروردگار و این وحدانیت را از سوره اخلاص آموختن پس این از نشانه های خردمندی یک مسلمان است که بفهمد که پروردگار واحد است احد است تنهاست شریک و همتا و مانند نداره و در هر قسمت زندگی و در هر بخش زندگی تنهاست با هیچ کسی با او توانایی و یارایی همتایی و شریک بودن را نمی داشته باشن. چرا؟ حکمت و انگیزه چیست که ما باید این گونه عقیده داشته باشیم؟ حکمت و فلسفه چیست که پروردگار در قرآن کریم این گونه کلمه را به کار برد؟ برای اینکه تا برای ما فهمیده، فهمانده باشه، برای ما درس داده باشه که ما در هیچ قسمت زندگی منحرف نشیم. لو کان فیهما آلهتون الله اگر در زمین و آسمان جز الله واحد خدایان دیگری وجود می داشت نظام زمین و آسمان همه برهم می خورد و این همه زیبایی که ما امروز در نظام کهکشان ها و سیستم کائنات داریم هرگز نمی داشتیم. امروز به این همه خوبی دنیا وجود نمی داشت. پس ببینیم دوستان عزیز در زندگی دنیا در یک کشور وقتی که دو رئیس جمهور باشه یا در یک خانه دو تا رئیس که علاسوی هر دو صلاحیت ها و توانایی ها و قدرتمنده های علاسوی برابر داشته باشه حتما روز نه روز دیگری در میانشان مخالفت ها تضاد ها و زدوبند ها پیدا میشه پس این همه نظامی که امروز ما ببینیم همشان دلالت بر یگانگی پروردگار میکنه که خداوند هیچگاه دوگانگی پذیر و سگانگی پذیر نیست حالا میاییم در مورد کلمه سمت قل هو الله احد الله سمت حکمت ها فلسفه ها انگیزه ها و خوبیهای های کاربرد کلمه سمت در سوره اخلاص نمایانگر معانی و مفاهیم خیلی زیادی است که ما باید بفهمیم کلمه سمت در شعن پروردگار بر رفعت و بلندی کمال و توانمندی شرف و وقار و قدرت و زور و توان استقامت و پابرجایی بقا و همیشه و جاودان بودن استغنا و بینیازی و همیشه ثروتمند بودن و هرگز دست نیاز به کسی دیگر دراز نکردن وجود داره یعنی این همه مفاهیم در شان پروردگار قابل مقایسه و قابل فکر و اندیشه و ایمان و باور است که ما باید عقیده و باور داشته باشیم که خداوند جل جلاله و این گونه ذاتی است زمانی که ما این گونه باور و عقیده در مقام لایزال پروردگار داشتیم ما بندگان موفقیم در واقع اگر شما فکر کرده باشین همچنان روانشناسان امور دینی و امور عقیدتی میفرمایند به هر اندازه ای که عقیده ای انسان نسبت به پروردگار و سایر معتقدات کلامی اسلامی پخته تر باشه به همو اندازه او انسان اعتماد به نفس می داشته باشه و حس رشد و بالندگی در عرصه های مختلف زندگی می کنه. پس اگر می خواهین هموار خوشحال باشین اگر می خواهین هموار آرام باشین از لحظات مختلف زندگیتان فیض ببرین و برکت ببرین و بهره خوب بگیرین پس بیایین اقرار بکنین به توحید پروردگار و زندگیتان را در پرتب اسما و صفات و کمالات الله تبارک و تعالی سپری بکنیم دوستان عزیز از کلمه سمدون قل هو الله احد الله سمد پنج معنای ارزشمند گرفته میشه که ما برای شما نوشته کردیم با استناد از آیات مختلف کلام الله مجید میخواهم برای شما به معرفی بگیرم تا شما بفهمین که خداوند جل جلاله وقتی کلمه سمد را در این قسمت سوره قرآن عظیم و شانش با کار برده خالی از حکمت ها فلسفه ها خوبی ها و ارزشمنده ها نبوده کلمه اول سمت ذاتی که به آخرین درجه سیادت و بزرگی و فر و شکوه و حشمت رسیده است یعنی هیچ ذات بالاتر از پروردگار در مقام بلند قرار ندارد خداوند جل جلاله در آیه 255 سوره بقره می فرماید وسع کرسیه السماوات والارض یعنی وسعت و فراخی شان و عظمت و دبدبه و شکوه کرسی پروردگار فراتر از ظرفیت آسمان ها و زمین است که خداوند جل جلاله توسط قدرت لایزالش میفهمد که چگونه این همه موارد را مدیریت و رهبری بکند بزرگترین رهبر و بزرگترین مدیر کارشناس در عرصه رشد برنامه های نظام حکومت و مملکت و کشور و سرزمین و رعیتش فقط خداوند جل جلاله است که فراتر و بالاتر و بهتر و قویتر از پروردگار نمی توانیم در این عرصه چیزی را کسی را سراغ داشته باشیم دومین معناش ذاتی که بینیاز از خوردن و نوشیدن است خداوند جل جلاله, خداون جلاله در آیه چهاردهم سوره انام میفرماید فرماید فاطر السماوات والارض و هو یطعم یعنی آفریننده آسمان ها و زمین است و خداوند جل جلاله تمام مخلوقات خود را تا و خوراک و پوشاک نصیب می فرماید برایشان رست می دهد هرگز نیازی به کسی نداره و دست احتیاج به کسان دیگری دراز نمی کند این یکی از اوصاف برجسته پروردگار است و از نشانه های مهم کمال و اقتدار و قدرت و توانمندی پروردگار در تمام ابعاد زندگی بشریت قبل از زندگی بشریت و بعد از زندگی بشریت است سیومین کلمه سمت یعنی خداوند جل جلاله ذاتی است که باقی و جاودانی است خداوند میفرماید الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم در آیه 255 سوره بقره دوستان اندیشمندان خوبان خواهران و برادران و مسلمانان خوب باید در این قسمت به فکر و اندیشه فرو بریم که اقرار به توحید پروردگار در عرصه های مختلف زندگی برای ما آنچنان قدرت و توانمندی نصیب میگردانه آنچنان سکون و آرامش نصیب میگردانه آنچنان اعتماد به نفس ما در عرصه های مختلف زندگی زیاد میشه که ما واقعا لذت میبریم از لحظه های مختلف زندگی من. واقعا این را اگر ما در لابراتوار قرآن بیاندازیم در ماشین قرآن بیاندازیم از نقطه نظر روانشناسی قرآنی اگر ما فکر بکنیم به مرات فراتر از چیزی است که ما تصور میکنیم یعنی خوبی های اقرار به توحید پروردگار به خاطر خوشبخت شدن ما فراتر از آن چیزی است که این عقل کوتاه ما در موردش تصور میکنه پس فقط به عنوان بندگان خوب پروردگار سر سجده در پیشگاه اون ذات بزرگ بگذارین به یگانگیش اقرار بکنین عشق بورزین به پروردگار حرف و حدیث های دوستانه و مخفیانه با خدا داشته باشین تا بهترین زندگی نصیبتان شود چهارمین معنای کلمه سمت ذاتی که همه مردم به او نیازمند است ولی او هیچگاه به کسی دیگری نیازمند نیست خداوند در آیه ششم سوره می میفرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها هیچ جنبنده هیچ زندجان در روی زمین وجود نداره مگر اینکه خداوند جل جلاله رزق و روزیشا برای اونها رزق و روزیشان همه میرسانند و هر همه کس از سر وقت برایشان رزق و روزی نصیب میفرماید پنجمین کلمه سمت یعنی ذاتی که هرگز غفلت نمی ذاتی که هیچگاه گرنگ و گنگست نیست ذاتی که همیشه حضور ذهن داره خداوند جل جلاله همیشه قوی است و همیشه آماده فهم تمام آنچه که ما انجام میتیم هست و خداوند جل جلاله هو میفهمد که ما چه کار میکنیم و چه کار انجام نمیدهیم ما نمیتوانیم که مثل دیگر مردمان خدا رو بازی بدهیم یا فریب بدهیم ما میتونیم انسانها را فریب بدیم از بر سر انسانها کلا بگذاریم بازیشان بتیم ولی هرگز نمیتونیم خداوند را با پیشرفته ترین مکر و فریب و ترفندمان فریب بدهیم و از نزد پروردگار خودمان را و از عذاب پروردگار یا از حساب رسی خداوند جل جلاله خودمان را دور نگاه بکنیم پروردگار میفرماید لا تاخذه سنتون ولا نوم خداوند را هرگز خواب پینکی نمیگیره و خوابی که بزرگ است که ما لحاف دوشک هموار میکنیم و دراز میکشیم میخوابیم این هر دو نوع خواب بر پروردگار مسلط نمیشه چون خواب نمایندگی از کسالت و از کوتاهی و از خستگی و ناتوانی امو کسی که خواب میکنه میکنه این ما هستیم که کسل و تنبل میشویم این ما هستیم که ضعیف میشویم نیاز به خواب داریم خداوند جل جلاله هو نه ضعیف میشه و نه نیاز به خواب داره تا که دوباره پس قوت پیدا بکنه و آرامش ذهنی پیدا بکنه هیچ وقت چنین وضعیتی به پروردگار اطلاق نمیشود پس دوستان عزیز ما از سوره اخلاص از کلمه احد وحدت و همبستگی را آموختیم از سمت قیام و قوت را آموختیم از لمیلیت بقا و جاویدانگی را آموختیم از لمیولت یعنی قدم و ازلیت ذات پروردگار بزرگ را آموختیم که خداوند جل جلاله همیشه دائم و جاودان و همیشگی است و هیچگاه وضعیت و حالتی بر پروردگار بزرگ آریز نمی شود که او از بین بره و دیگه چیزها باقی بانه لیمن الملک الیوم لله الواحد القهار خداوند بن جل جلاله در روز قیامت که همه مخلوقات از بین می و حتی مرگ به شکل گوسفند در پیشگاه پروردگار زب همی شود دیگه مرگ هم باقی نمی در آخرت اگر دوزخی ها هست در دوزخ همیشه هستند نمی میرن. اگر بهشتی ها در بهشتن همیشه هستند نمی خداوند جل جلاله با آواز بلند اونجا صدا میزند که امروز پادشاهی و قوت و توانمندی از آن چه کسانی است هیچ کسی جرأت این رو ندارد بگوید که از فلان و بسمدان یا از من یا از اون است پس خداوند جل جلاله با کمال قوت و فر و شکوه و حشمت و ابحت و جلال و جبروت می فرماید لله الواحد القهار امروز تمام پادشاهی و سلطنت و مملکت از یگان ذاتی که تنها هست و یگان ذاتی که قاهر بر تمام مخلوقات هست و جلال و جبروت بر همه آفریدگانش داره امروز تنهاست و امروز همیشه برای دایم زنده است پس دوستان عزیز سوره اخلاص برای ما دانشگاه بزرگ آموزه های انسانیت معرفت، معنویت، روش، ترقی و پیشرفت در عرصه های مختلف زندگی شد. پس شما اگر می که دورنمای سبز و همیشه خوش رنگ وحدانیت و قوت و توانمندی و همیشه قوی بودن پروردگار را به عنوان یک سریال خیلی جالب و جذاب مشاهده بکنین و ازش لذت ببرین بیایین در سوره اخلاص غرق شوین تفسیر و ترجمه سوره اخلاص را با تمام آنچه که در این سوره مبارک وجود دارد مطالعه بکنین به پای سخنان دانشمندان و دعوتگران بیدارگران مسلحان و خیرخواهان جامعه اسلامی بشنین همه چیز را بفهمین ببینیم خداوند جل جلاله در قرآن کریم میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول رسولا ما هرگز ملت را به عذاب دچار نمی کنیم تا زمانی که پیامبری را برایشان نفرستاده ایم خداوند جل جلاله پیامبران را همه فرستاد برای هدایت ما و ما را به سوی خدا هدایت کردند ما برای از دست دادن وقتمان برای بدبخت شدنمان هرگز بهانه نداریم در پیشگاه پروردگار که حجت و استدلال بکنیم تا از عذاب و قهر خداوند جل جلاله نجات پیدا بکنیم متوجه باشیم از کلمه ل... از جمله لم یکن لهو کفوان احد عدم مشابهت خداوند با, بن... با, مخلوقاتش و عدم مشابهت مخلوقاتش با خداوند را فهمیدیم یعنی پروردگار با هیچ یکی از آفریدگانش مشابهت نداره مثل هیچ یکی از مخلوقاتش نیست و هیچ یکی از مخلوقاتش مثل خداوند جل جلاله نیست باید ما در این مورد عقیده و باور کامل داشته باشیم در قسمت اخیر بخش اول 27 من شوخه از شاخه های 72 ای ایمان می خواهم در مورد حکم اقرار به توحید پروردگار برای شما بیان بکنم که اقرار کردن به توحید پروردگار چه حکم داره آیا واجب است فرض است سنت است مستحب است مباه است یا کدام حکم دیگری دوستان عزیز بر اساس آیه 88 سوره قصص که خداوند جل جلاله می فرماید لا تدعو مع الله اله آخر یعنی هرگز همراه پروردگار و در کنار خداوند جل جلاله خدای دیگر را قائل نباش از اینجا ما میفهمیم که اقرار به توحید و یگانگی پروردگار واجب هست که ما باید یا فرض است که ما باید بفهمیم که خدا یگانه است اقرار داشته باشیم سر سجده در پیشگاه پروردگار بگذاریم تا خدا دوست و رفیق و همنشین ما شود همواره در کنار ما باشه مرا. کمک بکنه حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی سخن ارزشمند ان در باب راه های بیرون برآمدن از غم و دردهای دنیا را برای ما آدرس میدهد نقشه خوبی در دست ما قرار میدهد میفرماید گذاشتن سر سجده در پیشگاه پروردگار یگانه راهی مبارزه است علیه سخته های روزگار پس بیاین با کلید اقرار به توحید پروردگار دروازه های بزرگ موفقیت و کامیابی را باز بکنین بروین به سوی خوشبختی خیلی خوشحال هستم از اینکه که برنامه امروزی را بخش اول شاخه 27 از شاخه های 70 ایمان را به حضور شما عزیزان به آخر رساندم منتظر بخش دوم همین شاخه 27 باشین که اقرار به توحید الله تبارک و تعالی بود که در بخش دوم در رابطه به برداشت ها و درس های مهم و ارزشمندی که از اقرار به توحید خدا میگیریم و همچنان خوبی های اقرار به توحید و یک پروردگار یعنی فرجام شناسی دینی از نقطه نظر علم نوین علوم اسلامی علوم انسانی برای شما به گویش میگیرم که انشاءالله خالی از فایده و فیض فاید و برکت نخواهد بود و راه های کور و چاله های بزرگ را پیش روی شما پر خواهد کرد و گره های بزرگ را از سر مشکلات شما باز خواهد کرد و برق تجلی بخش اندرباب رشد شما در عرصه های مختلف زندگی خواهد بود موفق و معید و حال باشین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته